बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इमरोज दर्स में बारनामे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रस्ता खूब पेश है कि तरीके बस कदा ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बर शुमा तदरीस करम। मैम अवल सरी तारीफ है जुबरतन कौर में करम कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चीज सो बखौतर चीज इस्तेफादा में शा खूब मैम द रन नविश्ता में करम विन वर्ड व तारीफ है जुबरतन तय में करम। वट इज एम एस वर्ड एंड वट फॉर वी यूज एम एस वर्ड चीज वो बखौतर चीज इस्तेफादा में शो। एम एस वर्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन कंपोजिंग लेटर न्यूज़पेपर एंड ऑफिस वर्किंग office working. MS Word is the consist of title word, quick access tool word, caption button, ribbon, menu bar, document, रूलर, स्क्रोल बार व स्टेटस बार एटीसी। खूब तारीफ इसीरा गोश पी करें। व्हाट इज एमएस वर्ड इन व्हाट फॉर व्यूज अमी बारनामे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चीज व बखातरी ची इस्तेफादा में शवद गुफ्त की एमएस वर्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड केस या कि अस प्रोग्रामाई मरबूत व कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अस یعنی توسطی کمپانی مایکروسافت تولید میشه دی پروگرام یوز استفاده میشه فور داکومنتیشن بخاطر صفحه نویسی کمپوزینگ کتاب جور کردن یا کتاب نوشته کردن لیتر خط نوشته کردن نیوزپیپر بخاطر اخبار مجلات اینو آفیس ورکینگ و بخاطر کارهای دفتری استفاده میشود. ای بود تعریف ایمس ورد. از او به بعد نوشته کرده که ایمس ورد از دا کنسیست آف میگه برنامه مایکروسافت ورد مشتمل است بر چی مشتمل است؟ تایتل بار این جای بالا رو تایتل بار میگه، کویک اکسس تول بار این جای بنامه کویک اکسس تول بار میگه که بعضی وقت دمو بالا میباشه دمو بالا کویک اکسس تول بار و کپشن بطن این سه بطن بنامه کپشن بطن یاد میکنه، رایبون این هر منو رو که شما باز میکنین اما اجزای پایینی کسی رو بنامه رایبون یاد بکنین نمی جای بنامه رایبون یاد میکنه، مینو بار خواهی میره میفهمین که فایل هوم انزرت یا کل از رو بنامی مینو بار یاد میکنم، داکومنت امی خود صفحه که ما نوشته میکنیم میره بنامی داکومنت یاد میکنم، رولر خطکش میگم یک خطکش عمودی است یک افقی است که را ورتیکال رولر ایره هورایزنتال رولر میگم، دیگه سکرول بار اینه میره سکرول بار میگه که صفحه را بالا و پایین میاره، اینه میره بنامی ورتیکال سکرول بار عمودی سکرول بار یاد میکنم، ایره بنامی افقی یا هورایزنتال یاد میکنم، دگیش استیتس بار که است اینمی جای پایین اینمی را بنامی استیتس بار یاد میکنه، هرچی در صفحه که ما باشم چه قلن که نوشته کده باشم دیگه برای ما معلومات میده چند لغت که نوشته کده باشم مکمل معلومات میده. خب حالی ما میایم این فایل خود ثبت میکنم، در صف رفتم تعریف ورد چی کدم ثبت کدم، این بود تعریف ورد. حالی میایم سری طریقی باز کدم. خب طریقی باز کدن بسیار زر طریقه وجود داره، امو طریقایی که بسیار مهم است ما براتون کار میکنم شش افش طریقه است. سلکو اول طریقه شی قسم است که میاد استور بعد از او آل پروگرام و بعد از او مایکروسافت آفیس دا مایکروسافت آفیس مایکروسافت ورد 2010 چی میکنین کلیک میکنین. دیگه طریق دا استارت می دا استارت مینو دا بالا سر کو نوشته شده مایکروسافت ورد 2010 کلیک کو باز میشود. دیگه طریق دا استارت که اومدی بعد از او دران یا دا سرچ نوشته میکنی که وین ورد ایتونی که ام اس ورد نوشته کنین. کامپیوتر که از برنامه مایکروسافت ورد دا بنامه وین ورد میشناسه، بعد از او که ایره نوشته کنین انتر کلیک کنین بعد ما چیشو آجل باز میشه وین ورد باز میشه، یا دران دا سرچ که اومدی نوشته کو بگو سی ام دی بعد از او انتر کلیک کو یک صفحه سیاه باز میشه، دایچه نوشته کو بگو استارت باز کو بریم اسپیس چی را باز کنم برد وین ورد را بریم باز کو بعد از او انتر کلیک کو آجل برنامه مایکروسافت ورد چی میشه باز میشه بریم. ای دیگه طریقش بود. دیگه دا استارت که اومدی آل پروگرام آر پروگرامی که خواسته باشی برو امور باز کو رایت کلیک کو سر از او پروپرتیز برو
द प्रॉपर्टीज की रफ्ती सेल को दई जी एक ऑप्शन है बनाओ में शॉर्टकट ये शॉर्टकट ची कर मैं कहना आर वक्त तो खोस तबाशे बराजी या शॉर्टकट बती मैं तो मसल मैं शॉर्टकट में तुम ऑल कंट्रोल डी अप्लाई क्लिक को ओके आर वक्त के तू बरनामे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द कर दस्ती जरूरत बराजी नहीं कि तू द स्टार्ट में ही ऑल प्रोग्राम बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा में पोली फकत अस कीबोर्ड ऑल कंट्रोल डी रफिशर प्रेस को छि मेशा बरनामे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बॉज मेशा ये दिगा तारीख बिसोर मुहिम तारीख बुद दिगा मैं राइट क्लिक कोनो न्यू अस तारीख इसी तरीका में तो मस तारीख न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट क्लिक को डबल क्लिक को अजल छि मेशा बारे में बॉज मेशा دیگه طریق شی قسم میتونم از طریق شورتکت هم باز کنیم رایت کلیک کو نیو برو بعد از اون شورتکت انتخاب کو براوز برو بعد از اون مای کامپیوتر دابل کلیک کو درایو سی رو دابل کلیک کو در مؤخر سل کنه اشتاک در مایکروسافت پروگرام فایل بعد از اون مایکروسافت آفیس انتخاب میکنی اینو مایکروسافت آفیس بعد از اون پایین می آفیس 14 رو انتخاب میکنی و بعد از کلی پروگرام های آفیس که هست در اینجا غلطی دگی است کدام پروگرام کار داریم ما وینورد وینورد در مؤخیر پروگرام ها سل کو دبل این وینورد کلیک کو بعد از اوکی نیکست و فینش این آمد کار داشتی دبل کلیک کو استفاده کازی دیگه از این طریق هم میتونم که ما تاسک بار رایت کلیک کنم تول بار برم ادرس بار انتخاب کنم حالا هر پروگرامی که کار داشته باشی نام زور نوشته کنم مثلا ما وینورد کار داریم فقط انتر کلیک کو چی میشه برای ما برنامه مایکروسافت ورد برای ما باز میکنم خوی بود طریقی باز کردن آلی میم سری مینو شروع میکنم بخیر اول مینوی که ما کار میکنیم مینوی فایل هست برای ما دا مینوی فایل خوب پیش از اینکه مینوی فایل برات باز کنیم اینجا برای ما یک فرمول است مساوی آر ان دی شیفت نو را کلیک میکنی و صفر را کلیک میکنی یعنی قوس شروع و قوس بسته میه وقتی که شما انتر کنین در اینجا سیف پاراگراف تکسس که فرمول از طرف کمپانی مایکروسافت ساخته شد در هر کامپیوتر که شما خواسته باشین این چیز اپلای میشه سیف پاراگراف خط برای ما میاره میتونید در موقعات شما پاراگراف که وقتی که مساوی آرندی نوشته کنین چندین دفعه بخواسته باشی رو میگم یک پاراگراف زیر بر بریم اگر دو نوشته کنین دو پاراگراف زیر میره اگر صد نوشته کنین صد پاراگراف زیر میره فکر کو این نمی خط نوشته کنین میخوای را ثبت کنی بیا دا فایل که آمده بگو برادری را من ثبت میکنم دا کدام جای ثبت میکنی دا دسکتاپ ثبت میکنم دا مای داکومنت ثبت میکنم نرمال وقتی که تو جای انتخاب نکنی خود به خود دا مای داکومنت ثبت میشه این چیز یا اتاقای کامپیوتر است اگر میخوای دا درایو دوی سی ای دا کدام جای مختلف ثبت میکنم مثلا دا دسکتاپ ثبت میکنم بعد از اون نام برش انتخاب میکنم بنامی که میگیم بنامی وان ثبت میکنم فقط بگو سیف آل ایره بسته که مایکروسافت ورد سر که در دسکتاپ یک فایل است بنامی وان هر وقت کار داشتید دبل کلیک و باز که باز می شود ای بود یک وظیفه فایل دیگه ما پس ایره بسته کدم کنترول این صفحه نو گیرتم دیگه چیزی را نوشته کدم می خواستم ایره صف کنم میام در فایل در فایل گیم آدم میگم سیف صف میکنم در کدام جا صف میکنی در مو دسکتاپ صف میکنم بنامی چی بنامی جمیل صف میکنم مگم این دفعه رمز پاسورد میتم بیاد در تولز که آمده بگو جنرال آپشن در جنرال آپشن که آمده پاسورد دلخواه خود بتی برش مثلا من میگم اسد پاسورد دادم برش پایین باز نوشته میکنم اسد فقط اوکی کلیک و بعد از او چهار دفعه این پاسورد طلب میکنه بعد از اون پاسورد بتی اوکی بعد از اون پاسورد بتی اوکی و بعد از او سیف کلیک و آلی را بسته کو وقتی که شما برنامه مایکروسافت امو فایلی که تو در جمیل به نام جمیل در دسکتاپ صف کردی دبل کلیک که باز میکنی از پیش رمز پاسورد طلب میکنه پاسورد ابتی برش برز اوکی اون وقتی که پاسورد دادی باز میشه اگر ندادی هیچ امکان نداره که فایل ما باز شود دیگه وظیفه نیو سیف چیز یک چیز را نوشته کردی میخواستی را ثبت کنی بیاد فایل من ثبت نمیکنم در کدام جا ثبت میکنی در روی دسکتاپ او جگه تو میخوای کدام فولدر جور میکنی بیا جکلی که بگو فولدر جور میکنم بنام کی جور میکنی مای دیتا بنام اینمی نام جور میکنم خب ایره کلیک که بگو اوپن ایره باز کو و فایل صف کو بنام خان صف کو دو جا کلیک کوی جا که کلیک کده بگو بنام خان صف میکنم صف کلیک کو سل کو ایره بسته کو در دستاب یک فولدر آمده با منام مای دیتا وقتی که ایره شما دبل کلیک کنین باز کنین داخل از او فایل است بنام خان آلی تو میخواستی اینمی فایل چی کنی هایت کنی از روی صفحه گم کنی رایت کلیک کو برو پراپرتیز بگیر چی کو هایت اپلای انتخاب کو اوکی بعد از اوکی اونو فولدر چی شد آلی آستا چرا بخاطر از اینکه اگه میخوای بیخی گم شو بیا در کنترل پنل آپشن های زیر کسی تغییر داده در فولدر آپشن بیا وقتی که فولدر آپشن انتخاب کردی برو در ویو بگو دو نات شو هاید ان فایل اپلای بعد از اوکی آلی نوم فولدر چوش گم شد اگه خودت کار داشتی پس بیا در کدام جای در ستارت برو کنترل پنل بعد از او فولدر آپشن در ویو که رفتی بگو شو امور پس نشان بده اپلای کلیک و اوکی یک طریق
اینای جامده پس ایرم ادلیت میکنم دیگه طریقه گوش بگیرین آمدم یک فایل جور کدم ایجا ایره نوشته کدم میخواستم صاف کنم در کدام جای در فایل بیا در سیف در روی دیستاپ صاف میکنم اوجا یک فولدر جور میکنم بنامی اسد او را اوپن میکنم فایل خود نامیتم ای ایره صاف کدم آلی ای فولدر خوار کس میبینه میخواست ایره کسی استفاده کده نتانه از روی صفحه در روی صفحه باشه کسی نبینه بینام جور میکنی ایره رایت کلیک کو رینیم انتخاب کو بعد از او از کیبورد آلت میگیری آلت کنترول نه آلت میگیری و نوشته میکنی که 0160 بعد از او بدنکار اعلامتی ایگه انتر کلیک میکنی ای فولدر چی میشه بینام جور میشه آلو میخواستی بیخی چی نشه عکسش معلوم نشه سرینمی فولدر رایت کلیک برو پراپرتیز و در کستومایز برو بعد از او چینج آیکن انتخاب کو بگو در موبین کلیک و یک آیکن خالی اوکی اپلای و بعد از او اوکی ای فولدر سل کو چی شد ای تو جور شده که کسی او را دیده نمیتونه خودت کار داشت این نمیجوه ای تو سلک و این فولدر است دبل کلیک کو برای ما باز میشه اون فایل در داخل از او استفاده کن یکی طریق بود دیگه طریق هم وجود داره رایت کلیک کو برو نیو در نیو که رفتی بعد از او فولدر که انتخاب کردی آلت میگیری 255 نوشته میکنی بعد از او اعلام میکنی بتنه کار را یک انتر کلیک میکنی ای باز به نام جور شد در این صورت باز رایت کلیک میکنی میری پراپرتیز در کستومایز میری چینج آیکن در موبایل کلیک و یک آیکن که خالی رو بگی اوکی اپلای بعد از اوکی اپلای کلیک و سل کو ریفرش کلیک و فولدر مولدر نیست خودت کار داشتی سلیک کو مجای هستا دبل کلیک کو باز میشه یا دلیت میکنم پس میره خوب ای بود وظایفی سیف یعنی سیف یک فایل ما را با یک نام در یک جای ثبت میکنه آلی میم سیو هست سیو هست چی کار میکنه سیف که هستا یک فایل ما را به یک نام در یک جای مشخص صرف میکنه سیو است که است بسیار وظایف اجرا میکنه خو از جمله ازی که است چهار تا بسیار مهم است یک وظیفه سینمیس که یک فایل ما را به چندین نام صرف میکنه دوم وظیفه سینمیس که یک فایل ما را در چندین جای صرف میکنه سوم وظیفه سینمیس که یک فایل ما را به چندین فرمت صرف میکنه چهارم وظیفه سینمیس که یک فایل ما را که او پاسورد داشته باشه بدون پاسورد هم میتونه صرف کنه مثلا اول میایم یک چیزی را مثلا صاف میکنم صفحه خالی را صاف کردم به نام احمد احمد صاف کردم در کدام جای در داکومنت صاف کردم آلی میخواستی در جای دیگه صاف کنی بیا در فایل بگو سیو است اونمو فایل احمد این دفعه در دسکتاپ صاف میکنه در جایای مختلف باز میخوای اینمو فایل احمد دمو دسکتاپ باشه بعد دیگه نام صاف میکنی در دسکتاپ به نام احمد دو نوشته کو فقط صف کلو کنسل کو به دیگه نام صف کرد میخواستی نمو فایل احمده به دیگه فرمت صف کنی مثلا در دیستاپ صف میکنم در کدام جا در دیستاپ صف میکنی خو به چی شکل صف میکنی به نام پلین تکس انتخاب کردم به شکل نوت پد صف بگو اینا اوکی آلی رو بسته کو برو جا به نام احمد یک فایل نوت پد باز جور شده برای ما خالی چرا دو جام چیزی نبود دیگه وظیفه نمی سیل کو ما چیزی رو نوشته کردم ایجا ایره ما یک صافت میکنم و پاسورد میتم آمدم در فایل در فایل گفتم صافت میکنم در کدام جای در دسکتاپ صافت میکنم و پاسورد میتم بر چی ای پاسورد دادم نام دادم بعد از تولز میایم جنرال آپشن پاسورد میتم مثلا اسد بعد از او اسد اوکی کلیک و اسد بعد از او چهار دفعه یک پاسورد تایپ میکنم برای صافت کردم آلی اگه ما خواسته باشیم از این فایل ای پاسورد اسد از بین ببرم اول اینا میرم باز میکنم اوپن کردم ورده رفتم در فایل گفتم اوپن باز کو چیره امو فایل ای که در دسکتاپ است ورده برای ما چی کو باز کو اول رمز برش میتی بعد از او اوکی اولی بیا در فایل که آمده سیو است بعد از او بیا در کدام جای در تولز و جنرال آپشن اینمی پاسورد از بین ببر دیگه ایشم چی کو از بین ببر فقط اوکی کلیک کو بگو صاف حالی وقتی که ما اون نمو فایل باز میکنم بدون کدام پاسورد برای ما چه میشه؟ باز میشه این بود وظیفه چی؟ سیو است دیگه همراه ما اوپن است چیزایی که تو در کامپیوتر ثبت کرده باشی میخوای او را باز کنی فقط اوپن استفاده کرده میتونی بیاد اوپن که آمدی چی را باز میکن؟ این همی فایل را باز میکن بعد از فقط اوپن کلیک و چی میشه؟ عاجل برای ما باز میشه در اوپن یک چندین آپشن دیگه ما داریم وقتی که در اوپن آمدی مثلا نمی فایل احمد هم باز میکنم در اینجا در این نویگیتر کلیک و چه قسم باز میکنی یک اوپن است که
عمومی باز میکنه بعد میتونی هر چیز تغییرات هر چیز که بخواید داخل از قدم میتونی یک ریت اونلی است که تو صرف او را خوانده میتونی در اون صورت اگر تو این آپشن کلیک کردی این فایل تا باز میشه مگر دی تو تغییرات آورده نمیتونی سر کو در بالا گفته احمد فایل که است ریت اونلی است تو صرف خوانده میتونی دیده میتونی اگر تغییرات یک کامر هم نوشته کردی کامگک یک نقطگک اول اگر تو این را ثبت کنی قابل ثبت نیست سر کو ثبت کلیک کو نمیشه ثبت مرم اگر the file is read only برادر این فایل که است read only است در این تغییرات آوردن نمیتونی این وظیفه چی بود؟ read only بود دیگه با می شکل ما یک چیز را نوشته کردم میخواستم ثبت اوپن کنم این در اصول که درسی ما در اوپن است ما در سید رفتم پس رفتم در اوپن در اوپن که آمده بگو یک فایل ما است باز میکنم این همی فایل است با چی شکل باز میکنی بگو برادر open as a copy اصلی ازیرا باز نکو کپی ازیرا برای ما باز کو وقتی که تو ایرا کلیک کردی برو در اوپن یا کپی دیگه از مو فایل جور شسل کو احمد نوشته کرده و در پایین نوشته کرده کپی وان آف احمد حالا اگر تو در این فایل چیز تغییرات آوردی در اصلیش نمیره در کپیش میره یک دیگه پس رفتم چی کردم در اوپن آمدم این فایل ما باز میکنم با چی شکل باز میکنم میگم به شکلی اوپن این براوزر براوزر میگه صفحه اینترنت این فایل آلی غیر فعال است بخاطر از اینکه این فایل فعال شوه این کامان فعال شوه پس چی میکنم ما آمدم اینجا چیزی رو نوشته کردم این چیزی رو نوشته کردم این باید ما ثبت کنم در چی؟ در ثبت آمدم در صفحه اینترنت یا وب پیجی رو ثبت کنم این رو ثبت کنم بنامی A1 در صفحه اینترنت وب پیج ثبت کردم آلی رو من بسته میکنم پس کنترول دبلیو وقتی که من در اوپن برم اونمو فایل اگر کلیک کنم دور ایکا پس اونمو اوپن این براوزر فایل شده اگر تو میخوایی در صفحه انترنت باز کنی کلیک کن یس کلیک کن آجلو چی میشه اونمو فایل برای ما در صفحه انترنت باز میشه دیگه در اوپن که سمرای من نوشته کده که اوپن و ترانسفر اوپن و ترانسفر چی کار میکنه خوب سای گوش بگیرین ما این کار نمیکنه وقتی که تو یک فایل خود را مثلا نمی تکست است این را ثبت کنی در فایل که آمده بگو ثبت میکنم در کدام جا ثبت میکنی در دسکتاپ ثبت میکنم مگم به شکلی XML Word XML document ثبت کلیک کو آلی اگر ما اونمو فایل باز کنم در اوپن رفتم فایل اوپن یا کنترل او اونمو فایل چی شد بنام چی بود اینمیست اگر ما اینمی را کلیک کنم اوپن و ترانسفر چی سل کو در دسکتاپ بود دسکتاپ اینمی فایل بود چی شد کدام فایل بود فایل اینمی بود اینمی رو کلیک کو اینمی بود فکر میکنم اوپن و ترانسفر چیز فایل بشه من زود کلیک کردم به این شکل چی میشه کدام است اینمی فایل است بعد از بیاد ایجا اوپن و ترانسفر انتخاب کو آلی میخوای یک فایل دیگه است معلومات یا پراپرتی زوره دیجا ترانسفر کنی مرا میگه کدام فایل است ما دیجا میم د مای داگ دسکتاپ گفتم در دسکتاپ که سمرای ما چیز آل فایل انتخاب کو بگو اینمی فایل است اینمی فایل چیز معلومات از که باشه دیجا چی میشه برای ما ترانسفر میشه اوپن کلیک کو اوکی اون معلومات از چی میشه برای ما دو چیزی نبود یک قسم اومد ما پس از سر میرم در اوپن امو فایل کلیک کردم گفتم میره برای ما چی کو اوپن و ترانسفر او خدایا د فایل اوپن اون فایل کلیک کو دیجا که آمده بگو اوپن و ترانسفر معلومات د مای داکومنت ما فایل دارم آل فایل انتخاب کو بگو اینمی فایل معلوماتش دیجا برای ما ترانسفر کو فقط اوکی کلیک کو بعد ازو چی میگه cannot be open because there are a problem with the content خود چیزی مشکل است داخل ازو فقط اوکی که کلیک کردی اونمو چیزی معلومات که دو اوجا باشه مثلا معلومات پراپرتیز کل ازو دیشی چی میشه ترانسفر دیجا رای میشه دیگه دا اوپن که از امرای ما چیستا اینمی فایل مثلا ما داکومنت ما یک فایل دارم اینمی را باز میکنم با چی شکل باز میکنم میگم open in protected view protect میگه قلفه میخواست این فایل بعد باز کنه که دو تو هیچ تغییرات آورده نتونی این ای قلف است پروتکت است در بالا سال که میگه تو که کار میکنی این فایل تو که است پروتکت است نوشته بکو امکان نداره اگر بازم به هر صورت میخوای تغییرات بیاری بگو enable editing editing چی شد فایل شد میتونی تغییرات بیاری خوبی را پس بسته کردم کنترول دبلیو باز در اوپن آمدم این فایل میخواستم باز کنم این فایل با چی شکل گفتم open in repair اینمی فایل برای ما باز کو اگر چیز مشکل داشته باشه او را ریپیر کو برای ما چیز مشکل نداشت برای ما چی کرد تاریک باز کرد و ای دیگه شکی است اوپن این پریویس ورژن یعنی دا ورژن قبلی را میخوایی را باز کنه بعد شد پریویس ورژن چون این فایل های پریویس ورژن ما دیجا نداریم بخاطر ازی برای ما نو آیتم میچ تو یور سرچ فقط ای را کینسل میکنم ای بود امرای ما چی اوپن دیگه کلوز است
کدام داکومنت خالی یا کدام تکس میکس در داخل از باش چیز را باز کرده باشه میخوای بسته کنی کلوز کلیک کو سل کو ما رفتم اوپن اینمی را باز کردم میخواستی را چک کنی بسته کنی کلوز کلیک کو شارت کات کی نیو چیز کنترل ان خب کنترل ان صفحه نو میاره کنترل اس سافت میکنه اف 12 سیو از میکنه و به می شکل کنترل او اوپن میکنه یا کنترل اف 12 اوپن میکنه یا آلت اف او اوپن میکنه برای ما صحیح است این شارت کات کای چی بود اوپن بود دیگه کلوز شارت کات کی چیز آره کنترل دبلیو کنترل دبلیو چی کار میکنه داکومنت یا فایل موجود داره بسته میکنه این بود درس روز اولی مایکروسافت ورد دیگه درس ان شاء الله در روز گذشته بعد خوب به تفصیل ریکارد میکنم